فصل هشتم عنوانش هست طراحی کنیم و بسازیم. ما توی این فصل میخوایم در واقع با انواع خودروها آشنا بشیم، اینکه قسمت‌های مختلف یک خودرو چی هست و اصلا بحث طراحی و ساخت چی هست. طراحی یعنی چی و چه لزومی داره برای اینکه چیزی رو میخوایم بسازیم باید طراحی کنیم. در واقع این قسمت ابتدا با خودرو آشنا میشیم. خودرو وسیله نقلیه چرخداری است که موتور خود را حمل می کند و بدون کمک و ارتباط با وسیله دیگر و تنها با نیروی موتور خود قادر به حرکت است. من به این وسیله میگم خودرو. حالا در واقع این خودرو میتونه یک موتورسیکلت باشه، میتونه یک اتومبیل باشه، میتونه یک کامیون باشه، میتونه یک وانت باشه، میتونه یک هواپیما باشه، قطار باشه، انواع و اقسام در واقع خودروهایی که شما دارید در واقع ملاحظه میکنید و میبینید. انواع خودروها: سواری، شاسی بلند، شاسی کوتاه، وانت، که خود در واقع سواری به دو قسمت در واقع شاسی کوتاه و شاسی بلند تقسیم میشه و در واقع یکی دیگه از این سواری ها در واقع وانت هست که برای حمل بار کاربرد داره. و سه، کامیون های سبک و سنگین جهت حمل و نقل بار. اتاق کامیون های مختلف و تعداد چرخ های آنها بر اساس میزان بار حمل شده متفاوت است. شما در این شکل نگاه کنید، ما کامیون های سبک داریم که در شکل سمت چپ مثلا برای کامیون هایی که برای حمل اساسیه و بار در سطح شهر استفاده میشه و در شکل سمت در واقع راست کامیون های سنگینی که برای حمل مایعات سوختی، برای حمل بار در واقع که میزان چرخ‌ها بیشتره، اتاق بزرگتره و میزان بار بیشتری رو میتونه حمل کنه. 4. اتوبوس و مینیبوس جهت جابجایی مسافران، اتاق اتوبوس بزرگتر و تعداد چرخ‌های آن از مینیبوس بیشتر است. شما در شکل نگاه کنید، در شکل بالا اتوبوس رو میبینید و در شکل پایین مینیبوس رو، که خب تعداد مسافرانی که در اتوبوس جا میشن قطعا از مینیبوس بیشترند. 5. خودروهای مسابقه اتاقی کوچک و کوتاه و لاستیک های پهنی دارن، چون اصلا نحوه استفاده اونها با اتومبیل های دیگه کاملا فرق میکنه. این اتومبیل ها در واقع خودروهای مسابقه هستن که کوتاهن، به زمین چسبیده هستن و در واقع برای سرعت زیاد طراحی شدن، شکلی هم آیرودینامیک دارند. 6. خودروهای کشاورزی، تراکتور، کمباین و خودروهای مختلفی شما در این در صنعت کشاورزی از اونها استفاده میشه، اینها هم در واقع خودروهای کشاورزی هستند، نوعی خودرو هستند. این خودروها اتاقی بزرگ و لاستیک‌های بزرگی دارند و پهن برای اینکه تو زمین فرو نرن و به راحتی بتونن، حالا مثلا برای شخم زدن زمین، برای درو کردن محصول کاربرد دارن. 6. خودروهای پرنده که اصطلاحاً هلی شات ها یا کواد کوپتر ها بهشون گفته میشه، جهت فیلم برداری های هوایی برای بررسی ترافیک و غیره استفاده میشه. شما در خیلی از این فیلم ها میبینید، یا مثلا در برای فیلم برداری در مثلا مکان هایی که تظاهرات هست از این هلی شات ها یا هلیکوپتر ها استفاده میشه، در واقع اصطلاحاً بهشون میگن کواد کوپتر، که در واقع میرن بالا روشون دوربین نصب میشه و برای بررسی ترافیک یا افرادی در واقع در تظاهر کنندگان از اونها استفاده میشه. بخش های مشترک همه خودروها، شما تمام خودروها رو که بررسی کنید ببینید یه بخش های مشترکی دارن، مثل شاسی ماشین که موتور رو اون قرار میگیره، اتاق روی سوار میشه، موتور ماشین، اتاق ماشین، مثلا فرض سیستم فرمان ها و انتقال قدرت، همه اینها در واقع در همه اتومبیل ها مشابهه.
حالا اندازه هاش فرق میکنه بسته به این که این خودرو چه کاربردی داره. خب یه مقدار حالا اتاقش متفاوته، موتورش متفاوته و قطعا موتور کامیون از موتور سواری قوی تره، چون قراره که باری رو حمل کنه، میزان بار زیادی رو حمل کنه، اما خب سرعت زیادی نداره. اتومبیل سواری خب قطعا موتورش به قدرت کامیون نیست، موتورش ضعیفتره چون نیازی هم به اون قدرت نیست، اما در عوض موتوری سرعتی داره، یعنی بتونه در واقع سریعتر در واقع حرکت کنه. یک شاسی اسکلت خودرو که موتور و اتاق و بقیه اجزا روی آن سوار میشوند. دو موتور تو همه خودروها هست، قدرت لازم برای حرکت خودرو را تامین میکند. سه بدنه یا اتاق که روی شاسی قرار میگیرد و محیط امنی را برای سرنشینان فراهم میکند. چهار سیستم انتقال قدرت، انرژی رو از موتور به چرخ ها انتقال میده، اون نیرو رو انتقال میده به اونها که اونها حرکت کنن. و بعدی سیستم فرمان و هدایت خودرو که تو همه خودروها هست، نیروی لازم برای هدایت خودرو در پیچ ها و تغییر جهت ها رو فراهم میکنه.